ما شیخ فضل‌الله نوری هستیم. درسته. برای شروع بحثی اصلا شما ایشون چه شخصیتی میشناسید؟ یه سری مخالفان جدی داره و مخالفان جدی. نظر شما نبود ایشون. ببینید در مورد اینکه شیخ فضل‌الله نوری نقشش در مشروطه یا نقشش در یا نقشش علیه مشروطه چگونه بوده بحثای بسیار زیادی هست، خیلی هم در مورد این هم نوشته شده هم گفته شده و بعد قسمتی از زندگی شیخ فضل‌الله وقتی که با علما میرن به قم در اونجا میگن آثار نشانه هایی از اقبال ایشون به مشروطه بوده، ولی بعد از اینکه از اونجا برمیگردن بحث این میشه که خب ایشون اساساً همراه با دربار میشه و بعد اون مسئله استبداد مطرح میشه و همراهیش با محمد علی شاه قاجار و به گونه ای ضد مشروطه عمل میکنه. خیلی بحثا هست، حالا اون بحثای تاریخی رو میشه چی میگم برای مدت بسیار زیادی انجام، ولی یه نکته من فکر میکنم هست و اون نکته مسئله رساله‌ای هست که حداقل به صورت تاریخی در مورد اینکه منسوب به ایشونه شک و تردیدی نیست و اون نام اون رساله رساله حرمت مشروط هست. در اونجا در حرمت مشروط آقای شیخ فضل‌الله نوری یا آیت الله شیخ فضل‌الله نوری یا به زبان همون روز شیخ فضل‌الله نوری بحث‌های میشه گفت مبنایی در مورد این کرده که چرا با مشروطه مخالفه. من فکر می‌کنم یه مقداری اگر بتونیم روی این رساله تکیه بکنیم، یعنی تلاش بکنیم مقداری ارجاع مستقیم به خود این رساله بدیم، اون نشون میده که حالا اون قسمتی که به نظر می اومده همراه مشروطه بوده اساسا بر چه مبنایی بوده، اون قسمتی هم که مخالفت داشته باز بر چه مبنایی بوده و در کلیتش آیا اساسا شیخ فضل‌الله نوری می توانسته با ایده مشروطه موافقت بکنه یا نه، یا در ذهن شیخ فضل‌الله نوری وقتی بحث مشروطه یا به زبان امروز گفتمان مشروطه مطرح میشه چه مفهومی در ذهنش بوده. من فهم میکنم اون بحثی که ایشون میکنه با عنوان اینکه قانون مشروطگی بر اساس دو تا ایده است، یکی حریت یکی هم مساوات، یعنی در ذهن او حریت و مساوات یا به زبان امروز آزادی و برابری آزادی و عدل این دوتا از میشه گفت مفاهیم کلیدی ایده مشروطه بوده و در یه جایی هم در همون حرمت مشروطه میگه که اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود. او مخالفت کرده و گفته بود محال است با اسلام حکم مساوات، پس اگر کسی از مسلمین سعی در این نماید که ما مسلمانان مشروطه شویم این سعی و اقدام در اضمحلال دین است و چنین آدمی مرتد است. یا در یه جای دیگه گفته بوده که نوشتن هر گونه قانون و واداشتن شهروندان به پیروی از قانونی که در شرع آورده نشده است را نادرست می‌دانست با برقراری مجلس انتخابی و نیز مسئله تقسیم قوا نیز آقای شیخ فضل‌الله مخالف بود. یه جایی یه نکته میگه خیلی جالبه و اون بحث اینه که خب میدونی که یکی از بحثایی که در مجلس شده بود این بود که خب نمیشه که مثلا مسلمان و یهودی و مسیحی و زرتشتی با هم برابر باشن و میگفت مشروطه یه همچین قانونی میخواد بیاره که اساسا برتری مسلمان، یعنی اون با ذهن فقاهتی و با ذهن نظام کهن تلاش میکرد مشروطه رو بفهمه و این دقیق نکته ای رو که گفته رو بگم میگه که وکالت و ولایت در زمان غیبت امام زمان
با فقهای مجتهدین است، نه فلان بقال و بزاز. آزادی قلم و آزادی مطبوعات زلالت است. یعنی از هر طرف نگاه بکنی به نوع نگاه آقای شیخ فضل‌الله نوری، میبینی که با آن چیزی که بهش میگفتن، حالا به زبان امروز میگن مدرنیته، یا به زبان امروز میگن قانون، یا به زبان امروز میگن شما به عنوان مثال وضع قانون بکنی برای اینکه بتوانی امور نیشن استیت یا ملت دولت رو مدیریت بکنی، با تمام این در اساس مخالف بود. یه جای دیگه هم هست میگه بدان که حقیقت مشروطه عبارت از آن است که منتخبین از بلدان به انتخاب خود رعایا در مرکز مملکت جمع شوند و اینها هیئت مقننه مملکت باشند و نظر به مقتضیات عصر بکنند و قانونی مستقلن مطابق با اکثر آرا بنویسند، موافق مقتضی عصر به عقول ناقصه خودشان، بدون ملاحظه موافقت و مخالفت آن با شرع اطهر، بلکه هرچه به نظر اکثر آنها نیکو و مستحسن آمد او را قانون مملکتی قرار دهند، مشروط به اینکه اساس تمام مواد آن قانون مشعوم که مساوات و حریت افراد سکنه مملکت است باشد و سوای این آنچه به تو گفتن کذب محض است. یعنی این چیزی که بهش میگن امروز سازوکار جامعه مدرن، که به عنوان مثال افراد بنشینن نمایندگان خودشون انتخاب کنن و بعد برای اینکه چه میدونم رتق و فتق امور جامعه رو بکنن، تمامی اینها به گونه ای از منظر آیه شیخ فضل‌الله نوری کاری بوده ضد شرع انور. و این مخالفت ها اساساً بیس تئوریک یا بیس نظریه، میشه گفت چارچوب نظریه، حرکتی رو در تاریخ معاصر ایران رقم میزنه که از درون اون ایده مشروعه، یعنی خود اونها به عنوان مثال بیان میکنن که ما به دنبال مشروطه نیستیم، ما مشروطه مشروعه میخوایم، یا به یه زبانی به دنبال مشروعه بودن تا دنبال مشروطه. و اساساً اگر ما بخوایم این سیر تفکر رو دنبال بکنیم و تبارشناسی بکنیم، میشه به یه عبارتی گفت انقلاب 1906 یا 1908 مشروطه، که معروف میشه به انقلاب مشروطه، در 1357 آن اتفاقی که میفته به یه گونه مشروع خواهان قدرت رو در دست میگیرن. یعنی انقلاب اسلامی حالا با تمامی جریان هایی که درش وجود داشت، از چپ و راست و چه میدونم به عنوان مثال توده‌ای و مجاهد و لیبرال و نمیدونم مثلا کمونیست و از این ور اسلامگرا، ولی آن خطی رو که به عنوان مثال میشه گفت چارچوب و پایه های اساسی نظام جمهوری اسلامی رو تشکیل میده و بعد دست بالا رو در مدیریت جامعه میگیره، همون نگاه مشروعه بود. درسته به عنوان مثال صحبت از جمهوریت نظام میشه، ولی این جمهوریت نظام ذیل اون مفهوم مشروعه قرار میگیره که من فکر میکنم نظریه پرداز اصلیش شیخ فضل‌الله نوریه. یعنی شما بگید نطفه انقلاب رو میشه تو دیدگاه شیخ فضل‌الله نوریه؟ اگر بخوایم بگیم که انقلاب سال 57 به مثابه یک جریان، به مثابه یک پارادایم از منظر تبارشناسی اندیشه، ایده اصلی از کجا نشأت گرفته، توی مثلا میگم نمیشه انقلاب 57 رو که منجر به تأسیس جمهوری اسلامی میشه و پایه های اصلی خودش رو بعد از سال 60-61 و مشخصا از سال 68 به بعد پایه ریزی میشه، این رو وامدار مثلا نائینی دونست، اینو وامدار مثلا چه آخوند خراسانی دونست. نه، درسته به عنوان مثال طالقانی خیلی نقش داشت در انقلاب و او خودش خیلی به عنوان مثال متمایل به دیدگاه نائینی بود، ولی آن چیزی که جریان اصلی جمهوری اسلامی رو تشکیل میده و نهادسازی میکنه، به نظر من وامدار نوع نگاه شیخ فضل‌الله نوریه که اساساً معتقد به حریت و مساوات نیست. یعنی حریت و مساوات رو متضاد
مفهوم شریعت میدونه و این فهم از شریعت خودش به عنوان مثال جای بحث داره که آیا شریعت به عنوان مثال بدون در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان آیا امکان تداوم داره یا نه، یا اون چیزی که ما بهش میگیم به عنوان مثال سکولار شدن دین آیا در ذیل مقتضیات زمان و مکان شکل میگیره یا نه. نوع نگاه شیخ فضل الله نوری به سمتی میره که اساساً سکولار شدن جامعه، سکولار شدن دین به همان مفهومی که خود شیخ فضل الله نوری و اتباعش از او واهمه دارن دقیقاً تو همون چارچوب قرار میگیره. خب مثلا میگم اگه میخوایم مثالهای عینیش هم ببینیم، به عنوان مثال شیخ فضل الله ریاست و سیادت فقها رو بر دیگر اقشار جامعه تئوریزه میکنه، میگه به هیچ وجه امکان نداره در غیبت امام زمان مثلا فلان بقال و بزاز، این فلان بقال و بزاز یعنی این که ما وقتی صحبت از مجلس خبرگان میکنیم، یعنی امروز به مثابه یک مفهوم در داخل ساختار جمهوری اسلامی صحبت از مفهوم مجلس خبرگان میاد، خود مفهوم خبره در تاریخ، در تاریخ اندیشه یه مفهوم بسیار موسعیه، یعنی یه مفهوم بسیار گستردهیه که یعنی چی؟ یعنی این که تمامی کسانی که از حرف مختلف هستن، از پیشه های مختلف و از حرفه های مختلف هستن برای مدیریت جامعه باید بتوانن چی؟ نظر کارشناسی بدن و نظر کارشناسی اونها در مدیریت جامعه اثر و تأثیر داشته باشه. ولی اگه ما اومدیم به عنوان مثال یه انقلت زدیم و بعد گفتیم کسانی فقط حق دارن مدیریت جامعه رو داشته باشن که فقیه و مجتهد باشن، و بعد حالا توی جامعه مدرن امروز که اساساً بحث‌های بسیار بسیار مهم کارشناسی و کسانی که میخوان به عنوان مثال مدیریت بکنن باید در حوزه‌های مختلف خبرگی داشته باشن، ولی ریشه این که چرا امروز مجلس خبرگان ما به عنوان مثال محدود فقط به فقها و نگاه فقاهتیه که ارجحیت داره بر دیگر نگاه‌ها، اگه از منظر تئوریک بخوایم نگاه کنیم پایه‌گذارش یا تئوری پردازش آقای شیخ فضل الله نوریه. یعنی به یه عبارتی من میتونم اینجوری بگم انقلاب 57 یا جریان غالب در انقلاب 57 جریان مشروع خواهان بود و امروز ما در جمهوری چی میگن ایران ذیل مفهوم جمهوری نمیتونه مفهومی نبشه، بلکه ذیل مفهوم مشروعه، ذیل مفهوم مشروعه میتونه مفهومی نبشه. یعنی اینکه شریعت با خوانش و قرائتی که علما و فقها دارن بر اساس اون باید شکل بگیره، و حالا شما میتونید زمینه‌های بسیاری رو ببینید، مثلا همین اتفاقی که به عنوان مثال در یزد افتاد، این چالشی که به عنوان مثال در مورد اینکه سپنتان اینا که به عنوان مثال آیا اون میتونه در شورای شهر باشه یا نباشه، ریشه این بحث برمیگرد به همون نوع نگاهی که در خود ایام مشروطه بسیاری از مشروطه‌خواهان در برابر مشروطه‌خواهان مطرح کردن و میگفتن اصلا ملت جدید، آن چیزی که ما بهش میگیم ملت به معنای ناسیون، یک بدعته. چرا؟ چون ملت خب همین ملت یعنی همون کسانی که به عنوان مثال در ذیل ملت اسلام یعنی دین اسلام قرار میگیرن. ملت به معنای ناسیون از منظر مشروع خواهان یک مفهوم بدعت آوری بود و اون باعث اعتماد میگرفتن. نه دیگه، اون باعث شد که من گفتم مگه میشه مثلا یه زرتشتی در برابر یه مسلمان یا یک مسیحی در برابر یه مسلمان، یه یهودی در برابر یه مسلمان، مگه اینا میتونن مساوی باشن؟ قانون اسلام اجازه نمیده. حالا قانون اسلام نبوده، این نوع نگاه و خوانش فقاهتی بود که بسیاری از علمای مشروع خواه آرام آرام این دیسکورس رو، این گفتمان رو وارد گفتمان عمومی کردن. و امروز اگه مثلا میگم تو قانون دیه نگاه بکنی، قانون مجازات نگاه بکنی، هنوز جایهای اون نوع نگاه رو میبینی. بسیاری از فقها و قضات ما به جای اینکه خوانش و قرائت
علمای مشروط خواه رو در میشه گفت ساختار قضایی و در ساختار فقهی خودشون دخیل بکنن به عنوان یک امر مستحدثه، یعنی به عنوان یک مسئله مستحدثه در مواجهه با مقتضیات زمان و مکان، به جای اینکه این خانش رو مشروط خواهی رو وارد بکنن، نوع نگاه مشروع خواهی رو وارد کردن و این خودش باعث بسیاری از بن‌بست‌های کنونی جامعه ما هم شده. یعنی شیخ فضل الله به یه معنا، به یه اعتبار گذشته ما نیست، به یه اعتبار حال ماست، یعنی به یه اعتبار یکی از معاصرین ایران امروز شیخ فضل الله نوریه و نوع نگاه نائینی و آخوندی به یک اعتبار گذشته نیست بلکه آینده ایرانه. یعنی چی؟ یعنی اگر به عنوان مثال ما میخواهیم از این وضعیت تضاد آمیز خارج بشیم، خانش علمای مشروط خواه بدعت آور نباید قرائت بشه، بدعت آور نباید قلم داد بشه، همه لازم بشه. بله، به عنوان مثال اینجوری میشه گفت که ببینید یه اتفاقی که در ایران در این 100 سال افتاده این بوده که کسانی که نوع نگاهشون مشروع خواهی بوده، اینها به عنوان عیار حساب میشن. عیار. بله، به عنوان معیار شناخته میشن. یعنی به عنوان اینکه اینها هن که قرائت داخل گیومه صحیح و مستند از اسلام رو دارن چی میگن تقریر میکنن، در حالی که کسانی که مشروط خواه بودن مثل نائینی، مثل آخوند خراسانی و بسیاری از دیگر علما که مشروط خواه بودن، این علما به عنوان کسانی قلم داد میشن امروز که قرائتشون نه تنها اسلامی نیست، نه تنها شیعی نیست، بلکه ضد دیانت هم هست و کاملا به حاشیه رونده شده و حوزه علمیه قم و حوزه علمیه نجف به انهای مختلف تحت تأثیر این نوع نگاه مشروع خواهی قرار گرفته. حالا پرسش اینجاست، واقعا مسئله مشروطه چی بوده؟ آیا اصلا دعوای مشروطه دعوای بین خدا و انسان بوده؟ یا نه اساسا گفتمان مشروطه مشروط کردن نظام قدرت بوده؟ و این بحثیه که مشروع خواهان این بحث رو به انحراف کشوندن و اومدن بحث شهروندی و مواجهش با نظام قدرت رو یا با قدرت رو برعکسش کردن، دعوای لاهوت و ناسوتش کردن و اومدن گفتن که به عنوان مثال کسانی که دنبال مشروطه هستن کسانی هستن که دنبال اباحه‌گری هستن، دنبال این هستن، دنبال اون هستن. بحث گفتمانی رو کامل به هم زدن و امروز هم شما نگاه میکنید کسانی که تلاش میکنن تغییر و تحولات در ساختار فهم ما از دین و جایگاه دین در هندسه معرفت دینی ایجاد بکنن، اینها چیز میشن، چی میگن، به حاشیه رونده میشن. چرا؟ چون معیار فهم ما از دین همون نوع نگاه مشروع است. یعنی به یه عبارت دیگه اگه بخوام باز تکرار بکنم میشه گفت نظام جمهوری اسلامی به یک اعتبار به نظر من همون نهادینه کردن قرائت و خانش مشروع خواهیه. بعد میخوام ببینم شیخ فضل الله خب فقیه چیزی بوده، برجسته بوده، چطور میشه این با این دانش و بهار جایگاه چیزی میکنه تو این بالا پایینات تغییر نمی کنه، حتی نمی دونم لازم نمی ده فکر کنه، خیلی شرط باعث شد اما چیز کنه به اشارت پی برن. آیا چه شرطی باعث شده که این آدم همچنان تا لحظه که داشته ادامه شده چیز کنه، اصرار کنه با اون نظرش؟ ببین یه موقع ما بحث رو بخواییم خیلی روانشناختی نگاه بکنیم، یعنی بیایم بگیم به عنوان مثال چرا شیخ فضل الله این گونه نیندیشید، آن گونه اندیشید، یا این گونه رفتار کرد، آن گونه رفتار کرد. خب اون بحث به نظر من یه بحث کاملا مجزایی میتونه باشه. به چه معنا؟ به معنای اینکه خب کسانی که مثلا میگن خودشون رو مشروط خواه میدونستن، ممکن بود در بین اونها
بسیاری از آدمایی باشن که با عرف آن زمان ایران مثلا کارهایی میکردن که خلاف عرف بود. خب خیلیشون رفته بودن تو اروپا زندگی کرده بودن، یا اروپا رو میشناختن، یا روسیه رفته بودن، با وضعیت اون روز روسیه به عنوان مثال آشنا بودن، اخلاق و خلقیاتشون مثلا تغییر کرد. مثلا کسی که به عنوان مثال میگن شیخ فضل الله رو اعدام کرد یا در اعدامش نقش داشت، یپرم خان ارمنی بود. خب این آقای یپرم خان ممکنه مثلا میگم خب در برابر از نگاهی فقیه خب میگو فکر کن 100 سال 120 سال پیش 110 سال پیش خب این یه آدم بوده که مثلا مشروب میخورده به عنوان مثال چه میدونم به عرف اون روز اون روزگاره، اونم جامعه 110 سال قبل ایران 120 سال قبل ایران با اون عرف نمیخونده. ممکن بوده این نوع به عنوان مثال رفتارها یا رفتارهای دیگه ای که حالا مثلا ممکنه در مورد زنبارگی و اینا بوده، اینا تاثیر گذاشته بوده روی از منظر روانی. مشروطه خواهی یعنی زنبارگی، یعنی برداشت بازار. آره، یعنی اینکه به عنوان مثال مشروطه خواهی یعنی اینو، و هر کی هم دنبال مشروطه میره اینه. منظورشون از حریت هم یعنی خانم بازی و نمیدونم چه میدونم آزادی بی بند و باری و فلان و اینا، مساوات هم یعنی که آقا هر چیز رو دارن تقسیم بکنن بین خودشون، و بعد اون ایده اشتراکی که مثلا مانوی چه میدونم چیز مزدکیان و اینا هم مطرح میکردن، یعنی چه میدونم خانواده وجود نداشته باشه. خب اینجور بحث ها هم شانتاج میشد. خب اینا به عنوان مثال ممکنه تأثیر نوع نگاه یا میشه گفت روانشناختیه از منظر روانشناختی روی شیخ فضل‌الله و دیگران گذاشته باشه، ولی واقع امر اینه که با بنیانهای فکری یا با بنیانهای فقهی شیخ فضل‌الله نوری که در یک نظام کهنی شکل گرفته بوده، با اونها نمیشد این اتفاقی که به نام مدرنیته و یک میشه گفت یک وجهش هم به معنای مشروطه خواهی در ایران بعد از انقلاب کبیر فرانسه که میشه گفت جریانش به سمت کشورهای دیگه هم میره و دامن ایران رو هم میگیره و زیل اون مفهوم مواجهه ایران و غرب میتونه شکل بگیره، یا همون چیزی که در جامعه شناسی بهش میگن رویارویی سنت و مدرنیته. حالا سنت هم به این معنا که خب یک شیوه اندیشه، یک شیوه اداره جامعه، یک شیوه زیست در ایران وجود داشت و این شیوه زیست در برابر تغییر و تحولاتی که در اروپا اتفاق افتاده بود، خب این وقتی اینا با هم مواجه میشن یک نظام کهن و یک نظام نوین بوده، یک ادبیاتی، یک نظام معنایی، یک شبکه مفهومی، یک شبکه مفهومی در این نظام جدید شکل گرفته بود که در نظام کهن برای فهم اون ادبیات یا میشه گفت مفاهیمی وجود نداشت، چارچوب مفهومی نبود که بفهم این اتفاقی که داره در برابرش میفته چیه. به عنوان مثال اگه نگاه بکنی یکی از مفاهیمی که او به کار میبره اگه بخوای تحلیل محتوا بکنی، ببین مثلا از مفهوم رعیت استفاده میکنه. خب در چارچوب یا در ذهن شیخ فضل‌الله نوری مفهوم شهروند یا مفهوم یک سوژه یک مفهوم بسیار غریبیه. هنوز در اون چارچوب فقهی که ایشون داشته شکل میکنه، یعنی از اون منظر نگاه میکرده به تغییر و تحولات اجتماعی، اصلا چیزی به نام سوژه نیست. رعیت کسیه که خب شما یه خواص داری، یه عوام داری. خواص علما هستن، عوام هم که مردم هستن، اونا هم که مقلد هستن، حالا کسای دیگه هم که مسلمان نیستن اونا اهل ذمه هستن، بالای همه اونا هم سلطان هستش، سلطان هم ذل الله سایه خداست. خب یه چارچوب اجتماعی وجود داره که در این چارچوب اجتماعی بقال و بزاز که نمیتونن بیان به عنوان مثلا حرفی بزنن، اون مجلس مؤسسان یا نمیدونم مجلس میخوان تشکیل بدن، تو این مجلس بزاز رو نمیدونم اینا که جزء خواص نیستن، اینا عوام هستن، عوام که نمیتونن بیان کنار خواص قرار بگیرن، و بعد اهل ذمه هم که نمیتونن بیان در کنار علمای اعلام قرار بگیرن. این نشان از این داره که بابا این چارچوب مفهومی که شیخ فضل‌الله نوری در اون چارچوب داشته اپریت میکرده، کار میکرده، ذهنش داشته به عنوان مثال در اون چارچوب حرکت میکرده، به هیچ وجه نمیتونسته با مسائل
روز و مسائل معاصر مواجهه پیدا بود. به عنوان مثال یکی از خطاها یا یکی از زلالتهای مشروطه در نگاه شیخ فضل الله نوری مفهوم آراء اکثریت بوده، چون میگه که به عنوان مثال مگه میشه قانون رو که بر اساس اسلام بر اساس آراء اکثریت نوشت. اصلا قانون یک مفهومی که در شریعت هست، شریعت قانون ماست. برای او قانون یعنی شریعت. و بعد میاد میگه که به عنوان مثال مگه میشه به عنوان مثال قانون که باید شریعت باشه رو بعد ما بیایم اینو تغییر بدیم بر اساس اکثریت آرا و بعد موافق با مقتضیات عصر بر طبق عقول ناقصه، یعنی مردم رو اصلا اجازه نمیده صحبت اصلا. انسان عقلش ناقصه، انسان که عقلش ناقصه که اجازه نداره واسه خودش قانون بنویسه، اجازه نداره برای خودش چارچوب تعیین بکنه. چارچوب شریعت تعیین کرده، شریعت هم تفسیرش دست فقهاست. فقها هم چی میگن وکالت دارن از امام زمان. خب این چارچوب مشخصه، در این چارچوب شما دیگه بیای صحبت از مشروطه بکنی، صحبت از آراء اکثریت بکنی، صحبت از تقنین رأی مردم بکنی، اینا همه به عنوان زلالت حساب میشه. و بعد دو تا ایده محوری، مساوات و حریت، اینا از زلالت هاست. یعنی کسی که قائل به مساوات و حریت باشه دیگه اساسا شریعت اسلام رو نفهمیده. خب این یه خانشه بر اساس نظام کهن که از قضا اگه شما نگاه بکنی تقریبا حدود 1200 یا 1300 سال این نظم اجتماعی وجود داشته. همان گونه که خداوند در عالم لاهوت بر عرش نشسته و بعد ملائک هستند و بعد آرام آرام میاد پایین میاد پایین میاد پایین، یه نظمی وجود داره که در انتهاش هم انسانه. این نظم عین همون نظم در روی زمین هم هست. اول ظل الله سلطان یا شاه یا خلیفه است و بعد در زیل اون همینجوری میای پایین علما و خواص هستن و بعد عوام هستن. این عوام هم رعیت هستن. این یه عکس برگردونی از اون نظام لاهوتیه. وقتی به عنوان مثال این نظم کیهانی تغییر میکنه، لاجرم این نظم ناسوتی هم باید تغییر بکنه. اون چجوری تغییر کرده؟ تو اروپا هم همین بوده. تو اروپا هم به عنوان مثال پاپ بوده، اگه نفسش نمیدونم چاه بوده فلان بوده، بعد همینجوری میومده پایین تا میرسیده به مردم عادی. با اتفاقاتی که مثلا میگن بر اثر انقلاب علمی میفته، چرخش کوپرنیکوسی میفته، نمیدونم نوع نگاه به عنوان مثال نیوتن میفته و بعد فهم از سوژه شکل میگیره، این که اصلا انسان به مثابه سوژه اونه که برساخت میکنه میسازه، جهان اجتماعی خودشو میسازه و بعد این انسان اجازه داره، آزادی داره، عقل داره و این عقلش در ذیل یک چی میگن اتوریته یا در ذیل یک قاعده دیگه این قرار نیست تعریف بشه. اتوریته عقل سقف اندیشیدن رو، سقف تعقل رو دین مثلا تعیین نمیکنه، علما تعیین نمیکنن، فقها تعیین نمیکنن، سقف عقل رو خود تعقل تعیین میکنه. اینجاست که آرام آرام یک نوع دیگری از انسان شکل میگیره. این نوع دیگری از انسان خب باعث میشه که فرهنگی تمدنی به نام اروپا شکل میگیره و آرام آرام جهان رو در مینورده، با ما هم در ایران مواجهه پیدا میکنه. وقتی ما به آثار علمای مشروع خواه رجوع میکنیم و مشخصا به نوع نگاه شیخ فضل الله نگاه میکنیم، اونجا میبینیم که برخورد جهان جدید و جهان کهن چجوری خودش رو نشون میده. یعنی یه اتفاقی داره میفته. شیخ فضل الله به عنوان مثال میشه گفت یکی از نقاط عطف عقل کهن یا اندیشیدن کهن یا نظام کهن در برابر این نظام جدیده.
و آرام آرام به عنوان مثال جامعه تغییر میکنه و ما امروز رسیدیم به جایی که خب وقتی مثلا میگم آثار شیخ فضل‌الله رو با نگاه امروز و از منظر امروز نگاه میکنیم، میبینیم که تأثیر نظام کهن چه تأثیر بسزایی داشت که باعث میشه که خب اولا مشروطه دچار چالش‌های بزرگی میشه و بعد حدود 100 سال از اون روزگار میگذره. خب ما دوران پهلوی اول رو داریم، پهلوی دوم رو داریم، ظهور انقلاب اسلامی رو داریم و امروز 40 سال بعد از انقلاب ما نگاه میکنیم که چقدر این نگاه مشروعه هنوز در برخی از اقشار جامعه ما و در برخی از سیاست ورزان و سیاست مداران و حتی اندیشمندان ما ریشه داره. یعنی نوع، یعنی به شما نگاه کن، مثلا میگن شیخ شهید، برایش به عنوان مثال بزرگراه درست میکنم، بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری. خب یعنی نشه اینا همه چی میگم به صورت سمبولی یه معنایی داره. معناش اینه که مثلا ما یه چی میگن یه بزرگراه نداریم به نام آقای مثلا آخوند خراسانی داری؟ نداریم. نداریم که من میدونم. خب این نشان از این داره که مشروع خواهی یا گفتمان شیخ فضل‌الله نوری به عنوان یکی از گفتمان‌های معیار در جمهوری اسلامی شکل گرفته و به قوام اون کمک کرده و اساساً بسیاری از نهادهای انتصابی در نظام جمهوری اسلامی به یک گونه به نظر من نشأت گرفته از، اگه تبارشناسی بکنیم، نشأت گرفته از نوع نگاه شیخ فضل‌الله نوریه. یعنی من میخوام اینجوری بگم که به یه عبارتی اگر کسی میخواد وضعیت امروز جمهوری اسلامی ایران رو از یه منظری مورد مطالعه قرار بده، چه اصلاح طلبش چه اصولگراش، چی میگن تبارش برمیگرده به شیخ فضل‌الله نوری. حتی اینایی که امروز خودشون اصلاح طلب میدونن یا اصولگرا میدونن و میگن جمهوریت نظام رو قبول داریم، ولی وقتی واکاوی بکنیم، وقتی درست بیاندیشیم، نگاه میکنیم ببینیم ریشه تفکرشون برمیگرده به چی؟ به چارچوب تئوری که شیخ فضل‌الله نوری. چرا؟ چون حریت و مساوات رو حتی مثلا اصلاح طلبان برمیگردن میگن چی؟ آه، حریتی رو ما قبول داریم که در دایره اسلام باشه. بله. مساواتی رو قبول داریم که در دایره اسلام باشه، در حالی که اسلام به مثابه یک دین قابل خوانش‌های متفاوته. و این که حالا ما بیایم اسلام رو در برابر حریت قرار بدیم یا اسلام رو در برابر مساوات قرار بدیم، دقیقا همون کاریه که مشروع خواهان در صدر مشروطه انجام داد. آره، خیلی عالی.